برادرزاده هایش محمد خان و کریم خان پشت داده به دیوار سر بر شانه هم فرو برده بودند. آنها نیز شاید از سر شرم و شکست توان نگاه به عمو و فرماندهشان را نداشتند. پاشا بیک و دیگران هم کمابیش در خود فرو رفته بودند. حاج مهدی پیر دنیا دیده و میزبان مجاهدان در کوشش برای فرو نشاندن خشم و خروشی که در چشمان این جوانان بیقرار موج میزد به جایی نمیرسید. دلش میخواست به آنها بفهماند که دنیا بر یک قرار نمیماند، اما زبانش نمیچرخید. شاید خود نیز به این باور نداشت. تفنگ های تکه داده به دیوار یا روی زانو یا دراز کشیده کنار مجاهدان هنوز بوی باروت را در اتاق بزرگ می پراکندند. تفنگ هایی در انتظار انگشتی بر ماشه و چشمی بر مگسک. اما زمین و زمان فریاد می کشید که انقلاب مرده است و کفنش را بر سردر خانه ها آویختند. تبریز از پرچم‌های سفید تسلیم سراسر کفن پوش شده بود و این قلب سردار را می‌فشرد. در میانه پشپش‌ها و در خود رفتن‌ها ناگهان صدای هولناک شلیک همه را میخوب کرد. دود شلیک و بوی تند بارود از پی قرش پیچیده در اتاق برخاست. شلیکی که نیروی انباشته در بغض سردار را به پرواز درآورد. سردار پیش از همه برخاست، نگاه نگرانی به یارانش انداخت. همه سالم بودند، تیر به کسی نخورد. حسین بیک مجاهد قره‌داغی که فراموش کرده بود فشنگ را از لوله درآورد و ناخواسته ماشی تفنگش را چکانده بود، شرم‌آگین به او نگریست. سردار به جای تیر که به سقف اتاق خورده بود نگریست و یک بار دیگر نگاهش را در نگاه تک تک همرزمانش دوخت. شادمانی از آن که تیر به کسی نخورده در چشمان درشت و روشنش موج می زد. نیروی تصمیمی که در این دو روزه خیالش را وسوسه می کرد وجودش را انباشت. فرو نشاندن بیرقا. سردار به شکرانه این پیش آمد، تفنگش را برداشت، فریاد زد: بیرقهای سفید را می خوابانید. و به پرواز در آمد، بر اسب نشست و پیشا پیش یارانش کوچه های تبریز را پر از فریاد کرد. نخستین بیرقی که با گلوله سردار مشروطه بر زمین افتاد پرچم روس بود که در بازارچه سفیخانه بر سردر خانه حاجی محمد رضا شکوبی افراشته شد. آن تصمیم و این شلیک سرنوشت ساز تاریخ ایران را در گذر دیگری انداخت، گذری که به فتح تبریز، سپس تهران و سرانجام سراسر ایران انجامید. تاریخ برخی از جزئیات این تصمیم را نگاشته است، اما از آن که در آن لحظه در اندیشه ستار چه گذشت چیزی نگفته است. او با انتخاب و کار خود در آن لحظه مشروطه را به ایران برگرداند. این نیای تاریخی شورشگران امروز ایران دلیری را با فروتنی، رزمندگی را با جوانمردی و درستکاری را با مردم دوستی در هم آمیخته بود. همان ارزش هایی که انقلاب دموکراتیک مردم ایران نیازمند آن است.
ستار می دانست که نبرد مسلحانه تنها راه پیکار با خودکامگی و دیکتاتوری است، راهی که امروز هم انتخابی است برای سرنگونی دشمنان مردم.